بزرگترین کشتی هایی که تا کنون ساخته شده است. زمانی که در مورد بزرگترین کشتی های جهان صحبت می کنیم، ناخودآگاه به یاد کشتی تایتانیک می افتیم که روزی بزرگترین کشتی بود. اما امروز در مقایسه با کشتی های غول‌پیکر همانند یک قایق به نظر می رسد. از کشتیی که برای توقفش 3 مایل طول میکشد تا بزرگترین کشتی تجاری را در این ویدیو بیننده باشید. چای کنارتان بگذارید و در ادامه با بوداپرس از عجیبترین کشتی های غول‌پیکر لذت ببرید. کشتی جنگی USS Enterprise CVN-65. وقتی که پای کشتی های جنگی به میان می آید، بدون شک بزرگترین کشتی جنگی ساخته شده دست بشر است که یک ناوه هواپیما و هلیکوپتر بر بوده و با سخت هسته‌ای کار می کند. این کشتی غول‌پیکر تاریخچه پرفراز و نشیبی داشته و تا به امروز نیز به آن به چشم یک شاهکار مهندسی نگاه می شود. کشتی 342 متر طول دارد که آن را به بلندترین کشتی در حال سرویس جهان تبدیل می کند. این کشتی بیش از 4600 خدمه داشته و با سرعت 38 کیلومتر در ساعت در دریا حرکت می کند. این کشتی قرار بود پس از 51 سال خدمت مداوم در سال 2013 از سرویس خارج شود که البته تا کنون خبری در این مورد مخابره نشده است. اما این بیشترین سالهای خدمت است که یک ناو در ناوگان دریایی ایالات متحده داشته است. بر علاوه این یکی از سنگین وزن ترین کشتی نیز به شمار می رود که وزن آن 93284 تن است. کشتی مسافربری RMS Queen Mary 2. راستی تصور کرده اید که در یک کشتی بزرگ در اقیانوس سفر کنید؟ آیا امنیت دارید؟ با آنکه خاطره RMS تیتانیک هنوز زنده است، اما RMS Queen Mary دوم است. این کشتی هفتمین کشتی بزرگ در جهان به شمار می رود. بعد از کشتی ملکه الیزابت دوم، بزرگترین کشتی اقیانوس پیمایی است که از سال 1969 تا کنون ساخته شده است. این کشتی توسط ملکه الیزابت دوم در سال 2004 و به افتخار کشتی ملکه الیزابت اول نامگذاری شده که ساخت آن در سال 1936 تکمیل گردید. طول این کشتی 345 متر بوده؟ همچنین این کشتی میتواند 2620 مسافر را علاوه بر 1253 خدمه در خود جای داده و با سرعت 56 کیلومتر در دریا حرکت میکند. اگرچه این کشتی در مقایسه با سایر کشتی ها 15 متر کوتاه‌تر است، اما همچنان بزرگترین کشتی مسافر برای اقیانوس پیما شناخته میشود. جهاری ویکینگ. تصور کنید که یک ماشین در برابر شما ایستاده می شود فقط با فشار دادن روی ترمز و یا بریکش. اما فکر کنید که اگر این کشتی را متوقف کنید، باید 3 مایل معادل نزدیک به 5 کیلومتر تلاش کنید تا بتوانید آن را متوقف کنید. این کشتی غول‌پیکر که در طول فعالیت خود به نام‌های غول خوشحال، جهاری ویکینگ و ناک نویزنس مشهور بوده، یک سوپر نفتکش بزرگ بوده که بلندترین نفتکش تمام دوران شناخته می شود. این سوپر نفتکش در نهایت در سال 2009 از دور خارج شد. نفتکش فوق بزرگترین شی متحرک ساخت دست بشر بوده که طول آن از ارتفاع ساختمان امپایر استیت نیز بلندتر بوده. این نفتکش دقیقاً 459 متر طول داشته و وزن آن 260.941 تن بوده. این کشتی سپس در سال 1991 توسط کمپانی نروژی جورجن جهاری خریداری شد و نامی آن به جهاری ویکینگ تغییر داده شد و به مدت 13 سال به یکتازی در دریاها ادامه داد. قایق غول‌پیکر پلنت سولر. یکی از چیزهایی که کمتر و به ندرت در صنعت کشتی سازی مورد استفاده قرار می گیرد انرژی خورشیدی است. نیاز به داشتن صفحات خورشیدی بزرگ کار را برای ساخت کشتی های مسافربری یا باربری با استفاده از این ساختار مشکل کرده است. با این وجود تیم سازنده قایق پلنت سولر یک قایق خورشیدی 31 متری ساخته که عرض آن 15 متر است و می تواند 103 کیلووات انرژی خورشیدی را برای تغذیه موتور 20 کیلوواتی خود جذب نماید. این قایق می تواند با سرعت 15 کیلومتر در ساعت حرکت کند.
برای ساخت این قایق 60 تونی بیش از 24 میلیون دلار هزینه شده است و بزرگترین قایق خورشیدی جهان به شمار می آید. قایق پلنت سولار ساخت یک کمپانی در شمال آلمان است و در سال 2010 پس از 14 ماه روند ساخت به آب انداخته شد. ویلمکس کریر شیپس. شرکت های حمل و نقل اغلبا با مشکل مواجه می شوند، فرضاً اگر سنگ معدنی بار باشد، اما اگر کل بار زغال سنگ و سنگ های سنگین باشد باید امکانات بزرگی داشته باشد. اینجاست که ویلمکس این خدمات را ارائه می دهد. این کشتی برزیلی در بندرهای آسیایی و اروپایی در گردش است که بیشترین بار زغال سنگ را می تواند حمل کند. این کشتی یکی از بزرگترین کشتی های باری است که تا هنوز ساخته شده است. این کشتی از موتورهای دیزلی استفاده می کند و 17 مایل در ساعت حرکت دارد. TI Container Ship سوپر نفتکش های کلاس TI. بزرگترین نفتکش هایی که هنوز هم در سرویس هستند سوپر نفتکش های کلاس TI می باشند که در واقع ناوگانی از نفتکش ها بوده و به 4 فروند TI آفریقا، TI آسیا، TI اروپا و TI اقیانوسیه اطلاق می شود. این نفتکش های غول‌پیکر در سال 2003 توسط کمپانی دیوو شیپ بیلدینگ مارین انجینیرینگ در اوکپو کره جنوبی و برای کمپانی هالسپوند ساخته شد. طول این کشتی ها از نفتکش ناک نیویز حدود 78 متر کوتاه‌تر بوده و حدود 380 متر طول دارند. کشتی مسافربری اوسیس آف ده سیز. اگر بخواهیم در بهترین رستوران ها و یا در رویایی ترین جاها سفر کنید باید تکیت کشتی کروزر را تهیه کنید. این کشتی ها دیوانه کننده است. کشتی مسافربری اوسیس آف ده سیز در کنار دو کشتی مشابه دیگر به نام های آلور آف ده سیز و هارمونی آف ده سیز بزرگترین کشتی های مسافربری امروزی جهان هستند که توسط کمپانی رویال کرابیان ساخته شده است. هر یکی از این کشتی های مسافربری غول‌پیکر 360 متر طول داشته و می تواند حدی اکثر 6296 مسافر را علاوه بر 2394 خدمه در خود جای دهند. کشتی های فوق سریع ترین کشتی ها در سایز خود بوده و با سرعت حدود 42 کیلومتر در دریا حرکت می کنند و وزن هر یکی از آنها در حدود 226 تن می باشند. در درون این کشتی ها مکانهای تفریحی و ورزشی کافی برای سرگرم نگه داشتن مسافران ساخته شدند که از آنها می توان به شبیه سازی های موج سواری، سالن اسکید و دیوارهای صخره‌نوردی به ارتفاع 13 متر استخرهای شنا، یک زمین بسکتبال با اندازه واقعی و یک پارک آبی اشاره کرد. هزینه ساخت نمونه اول این کشتی های مسافربری بیش از 900 میلیون دلار برآورد شده است که آن را به گران قیمت ترین کشتی تجاری تاریخ بشر تبدیل می کند. MSC اسکار شرکت کشتیرانی مدیترانه بزرگترین کشتی باربری جهان است. این کشتی 395 متر طول و 60 متر عرض دارد. این کشتی 19224 کانتینر گنجایش دارد. تقریبا 6 ماه طراحی و در کمتر از یک سال جوشکاری بدنه آن با 45 هزار تن فولاد طول کشیده است. کشتی MSC اسکار تقریبا 42 کیلومتر در ساعت سرعت دارد و روزانه بین 220 تا 250 تن گازوئیل یعنی 280 هزار لیتر مصرف سوخت آن است که البته در مقایسه با کامیون ها بسیار با صرفه تر است. کشتی MSC اسکار 35 نفر خدمه دارد. در کنار کاپیتان و معاون اول، دو افسر و 24 نفر دیگر این کشتی غلاسا را هدایت میکنند. گرچه با توجه به عظمت این کشتی تعداد خدمه کم به نظر میرسد، اما سیستم های الکترونیکی هدایتگر و رهیاب بخش عمده ای از کار را بر عهده دارند. کشتی MSC اسکار با قابلیت حمل 19244 کانتینر فعلا بزرگترین کشتی جهان محسوب می شود. OOCL هنگ کنگ. کشتی سازان همیشه تلاش می کنند که بزرگترین، طولانی ترین و سنگین ترین کشتی را بسازند. اما کشتی که تحت نام OOCL یاد می شود بزرگترین کشتی کانتینر بری است که عنوانی را برایش انتخاب کرده است.
این کشتی بزرگترین کشتی است که بین آسیا و اروپا سفر میکنند و در سال 2016 توانست بارش را در 77 روز و در ایام عید کریسمس تحویل دهد. خیلی ها این کشتی را دوست دارد. به هر حال این کشتی باری هر باری را میتواند حمل کند. این کشتی میتواند تا 21 هزار کانتینر را حمل کند. شاید سوخت زیادی مصرف کند اما ظرفیت بالا هم دارد. کشتی به این بزرگی ندیده بودم. سی وایس جاینت. این هیولا تا سال 2009 بزرگترین در منطقه است. این کشتی بزرگترین موجودی متحرک دست ساخت بشر است، سیاره‌ای که قبلا از آن به عنوان غول دریایی شناخته می شود. این کشتی به طول 458 متر معادل 1504 فوت و پهنای 225 فوت معادل 68 متر بود. این کشتی ظرفیت 1.2 میلیارد تن معادل 564.650 تن را داشت. با آنکه همانند هولزون سرعت داشت اما باز هم توقفی آن آسان نبود. اگر در استرار قرار می گرفت و می خواست توقف کند تا فاصله 5 کیلومتر دورتر امکان داشت او را متوقف کرد. کی می داند که در آن زمان چه اتفاق می افتید؟ این که چرا این مدت را در بر می گرفت تا متوقف شود، دلیل آن این نبود که کاپیتانش تنبل بوده باشد. وزن 190 هزار تن کشتی اجازه نمی داد که به راحتی استاد شود. می گوید این کشتی دو برابر بزرگتر از کشتی تایتانیک بوده است. چند بار توسط صدام حسین مورد حمله قرار گرفت اما باز هم نجات یافت. این کشتی در سال 2009 بازنشسته شد و توسط یک کمپانی اوراق کننده کشتی در هند خریداری شد و بعد از مراسم خاص در گجرات هند اوراق شد. کشتی های کیو مکس. بزرگترین کشتی های حمل گاز طبیعی مایع در جهان کشتی های موسوم به کیو مکس هستند. این کشتی ها وزن بالغ بر 162.400 تن داشته و طول آنها 345 متر است. کشتی های کیو مکس گنجایش بیش از 26 هزار متر مکعب گاز را داشته و با سرعت 36.114 کیلومتر در دریا حرکت می کنند. در کل 14 فروند از این کشتی ها وجود داشته و هر یک نام خاص خود را دارند. این کشتی ها توسط کمپانی های سامسونگ، هیوندای و دوو ساخته شده و اولین فروندی از آنها در سال 2007 به نام موژه در کره جنوبی تکمیل شد. تمامی این کشتی ها به سرعت حمل و نقل گاز قطر به نام نخیلات تعلق دارند که حرف کیو نشانگر قطر است. کشتی کانتینربر CACL Globe. در نوامبر سال 2014 مراسم نامگذاری بزرگترین کشتی کانتینر بر جهان با نام CACL Globe برگزار شد. این کشتی اولین فروند از 5 فروند کشتی 19 هزار تونی بوده که توسط خطوط حمل و نقل کانتینری چین در سال 2013 سفارش شده بود. این کشتی توسط یک موتور الکتریکی با قدرت 77 اسب بخار تغذیه شده و از لحاظ کارایی موتور می توان آن را با دیگر کشتی های کانتینر بری که 10000 تن وزن دارند مقایسه نمود. این موتور حدود 20% نسبت به دیگر کشتی های مشابه انرژی مصرف می کند. در سال 2011 کمپانی میرسک سفارش ساخت 20 فروند از این کشتی های کانتینر بر میرسک تریپ ای کلاس به ارزش 200 میلیون دلار برای هر فروند را در قالب 2 قرارداد به کمپانی کشتی سازی دوو ارائه داد. کشتی های سفارش داده شده کمی کوچکتر از کشتی CACL Globe بوده و 18000 تن وزن دارند اما از لحاظ طول و سرعت با این کشتی ها یکسان هستند. این کشتی های کانتینر بر در حال حاضر کارآمدترین کشتی ها از لحاظ مصرف بهینه سوخت هستند که در دریاها حضور دارند. کشتی بادبانی The Club Mate 2. کشتی بادبانی The Club Mate 2 در سال 1992 در بندر لوهاور فرانسه به آب انداخته شد و یکی از بزرگترین کشتی های بادبانی جهان به شمار می آید. این کشتی 194 متر طول داشته و وزن آن به 14.983 تن می رسد. کشتی The Club Mate 2 می تواند 386 مسافر را علاوه بر 214 خدمه در خود جای دهد. سرعت این کشتی به 19 تا 28 کیلومتر در ساعت رسیده و در حال حاضر به عنوان یک کشتی تفریحی عمل می کند. این کشتی در آبهای دریای مدیترانه و دریای آدریاتیک در فصل تابستان و دریای کارائیب در فصل زمستان به مسافران سرویس رسانی می نماید. کشتی در کلاب میتو دارای 5 بادبانی بوده که برای جلوگیری سیستم الکترونیکی استفاده کرده و کارایی بسیار بالایی دارند.
این کشتی از دماغه کم ارتفاع‌تری نسبت به دیگر کشتی‌های مسافربری تفریحی برخوردار است که به آن امکان می‌دهد بیشتر از دیگر کشتی‌ها با بنادر نزدیک شود. این کشتی معمولاً هنگام شب سفر کرده و هر صبح توقف می‌کند. همچنین این کشتی دارای سالن رقص بالا، گازینو، محل برگزاری کنسرت موسیقی، سالن ورزش‌های آبی و بسیاری دیگر امکانات تفریحی است. خب دوستانی، نهایت دوست داشتنی، میخواهید یک سفر چند ماهه دریایی داشته باشید؟ برایتان این سفر را آرزو میکنم و ما را از دعایتان فراموش نکنید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.